سلام، وقت بخیر. من امیر منصور هستم. حدود سال 1979 آقای تامس نیگل، فیلسوف مشهور آمریکایی، یک کتابی رو منتشر کرد که اسمش رو گذاشت پرسش‌های کشنده. تو این کتاب نیگل در خصوص مسائل خیلی مهم و عمیق انسانی صحبت کرد، در خصوص حیات، فلسفه وجود، اخلاق و غیره. عنوانی که براش انتخاب کرد هست کشنده، پرسش‌های کشنده. واقعا هم در همین حد این سوالات سوالات مهمی هست. فکر کردن به این سوالات دشواره و بسیار پیچیده است. من به تقلید از آقای تامس نیگل میخوام توی این ویدیو یک پرسش کشنده مطرح کنم، پرسشی که به نظر من پرسش کشنده ایه. البته طرح این سوال از خود من نیست، در یک مقاله چند سال پیش خوندم و الان میخوام در واقع سوال رو خدمت شما عرض کنم و تلاش کنم جوابهایی که برای این سوال داده شده رو جمع آوری کنم و توی این ویدیو خدمت شما ارائه کنم. قبل از اینکه اصلا بخوام سوال رو طرح کنم، لازمه که یه مرور 2-3 دقیقه‌ای رو تابع توضیح نرمال داشته باشم. که البته اکثرا باهاش آشنا هستن، ولی به جهت حالا این یادآوری به نظرم بد نیست 2-3 دقیقه یک تمرکزی روش بکنیم. وقتی ما میگیم یه پارامتری دارای توزیع نرماله، یعنی اون پارامتر هول و هوش یک مقدار میانگین یا میانه دارای بیشترین مقدار فراوانیه، یعنی بیشترین مقدار فریکونسی اصطلاحا. هر چقدر شما از اون مقدار میانگین یا میانه دور بشین، از هر دو طرف چه بیشتر چه کمتر، مقدار فراوانی کاهش پیدا میکنه. همین به این میگن تابع توزیع نرمال. البته یه سری چیزای فنی و تکنیکی ریاضی هم داره که بتونیم بهش بگیم نرمال، من به اونا کاری ندارم، فقط رو همین کاهش فراوانی ها تاکید دارم. مثالاش خیلی زیاده، مثلا قد آدم ها توزیع نرمال داره. من قبل از اینکه این ویدیو رو بخوام ضبط کنم سرچ کردم، دیدم که قد آدم ها میانگینش 1.60 متر. یعنی چی 1.60 متر توزیع نرمال؟ یعنی اینکه اکثر آدما با تعداد بیشتری همین حالاش 1.60 متر هستن، 1.70 کمترن، آدمای 2 متری کمن، آدم 2.20 متری اصلا شاید ما در زندگیمون نبینیم، فقط توی تلویزیون دیده باشیم. در نهایت دیدم که بلند قامت ترین آدمی که الان روی زمین داره زندگی میکنه 2.51 متر قدشه و بعد از اون دیگه کسی نیست، یعنی فراوانی صفر میشه از اینجا به بعد. حالا شما بگیریم 2 متر. در سمت کوتاه آمدام همینطوریه، یعنی از 1.60 که بریم به سمت کسانی که قدش کوتاه‌تره دوباره فراوانی کم میشه، 1 متری کمترن، 80 سانتی کمن، دیگه 50 سانت فرض کنیم که کوتاه قامت ترین آدم روی زمین باشه. بچه‌ها رو بذاریم کنار که اطلاعاتمون یک دست بشه، در مورد آدمای بالا و بزرگسال صحبت می‌کنیم. یعنی از 50 سانت به قبل هم دیگه کسی نیست، فراوانی صفر میشه. از نظر تئوریک توی تابع توزیع نرمال ما تا بی‌نهایت می‌تونیم آدمو داشته باشیم. می‌بینید که شکل نمودار مماس شده با محور، یعنی می‌تونه باشه با احتمال بسیار کم، ولی در مورد قد کسی نیست، فراوانی صفر است. حالا من می‌خوام یه کاری بکنم. قد اون بلند قد ترین آدمی که روی زمین وجود داره 2.5 متر، اگه برداریم تقسیم بکنیم بر کوتاه قامت ترین آدمی که روی زمین هست 0.5 متر، مثلا میشه 5. یه نسبتی در میاد. یعنی اگه من یه آدم بلند قدی رو قدش رو بخوام تقسیم بکنم برای یه آدم کوتاه قد، این عدد یه چیزی بین 1 تا 5 میشه. خب 1 من وقتی که هم قد باشن، مثلا ممکنه 10 سانتی بلندتر باشه، 10% بلندتر باشه، 20% بلندتر باشه، دیگه در بدترین حالت اینه که اون بلند قد ترین رو تقسیم بکنم بر کوتاه قامت ترین، میشه 5 برابر. دیگه نسبت قد یه آدم قد بلند و آدم قد کوتاه بیشتر از 5 نیست، نمیشه باشه. این حد اکثرشه چیزی که وجود داره. وزن آدم هم همینه، وزن آدم هم دارای توزیع نرماله، میانگین حدود 70 کیلو، سنگین وزن ترین آدمی که الان روی زمین داره زندگی میکنه 630 کیلو وزنشه. حالا ما بگیریم 600 کیلو. سبکترین هم کسی که دیگه حالا سالم باشه و شرایط زندگی کردن داشته باشه، مثلا بگیریم 30 کیلو، آدم بزرگسالی که سبکترین حالت داره، مثلا بگیریم 30 کیلو. اون 600 کیلو رو تقسیم بر 30 کیلو کنیم میشه 20. یعنی اینکه اگه شما یه آدم سنگین وزنی رو وزنشو تقسیم می‌کنید برای یک آدم سبک وزن، نسبتش یه چیزی بین 1 تا 20 در میاد. 20 برای بدترین حالت، یکم برای این وقتی که هم وزن باشن. بیشتر از 20 برابر دیگه نسبت وزن دو تا آدم نمیتونه باشه. این نسبت‌ها و این در واقع پراکندگی نرمال فقط مال مشخصات فیزیکی نیست، مخصوص مشخصات ذهنی و شناختی هم همینطوریه. البته اون تیکه‌ایش که کمی شده، کوانتیفای شده اصطلاحاً. مثلا هوش. فرض کنیم که ضریب هوشی آدما متوسطش باشه 100. البته یه اثری هست که حالا شاید بعدا راجع بهش صحبت کنم. اون اثر میگه که ضریب هوشی آدما به مرور داره بیشتر میشه، یعنی مثلا 100 امروز مثلا 100 چه میدونم 30 40 سال پیش نیست، یکم بیشتر میشه و ضریب هوشی داره افزایش پیدا میکنه. با این کاری نداریم. فرض کنیم که ضریب هوشی متوسط همیشه هست 100، این مقدار متوسطه، توزیع نرمال وجود داره و هر چی میخوایم به سمت ضریب هوشی بالاتر بریم تعداد کمتر میشه. کسایی که ضریب هوشیشون 110 120 کمترن، 150 یا کمترن و همینجوری الی آخر، بالاخره نوابق کمن دیگه. بالاترین ضریب هوشی که دیده شده هستش 263، دیگه یه آدم خیلی نخبه‌ای که بالاترین ضریب هوشی رو از خودش نشون داده. ما میگیم حالا 250 به خاطر سادگی محاسبه. کمترین ضریب هوشی هم از سمت دیگه اگه بخوایم مثلا کم حساب کنیم، مثلا هولوش 70-75 من دیدم، من میگیریم 50. یعنی فرض کنیم که پایین ترین ضریب هوشی در خصوص یک انسان بگیریم 50 باشه، از یه طرف 250، از یه طرف 50 تقسیم کنیم میشه 5 برابر. یعنی نسبت هوش یه آدم باهوش به یه آدمی که کم هوشه حداکثر 5 برابره و بیشتر نیست.
این اون چیزی بود که از توزیع نرمال من باهاش کار داشتم در خصوص مسائل انسانی. حرف اساسی که وجود داره اینه که نسبت خصوصیت هایی که تابع توزیع نرمال برای انسان ها میسازه نسبت محدودیه. 5 برابر، 10 برابر، 20 برابر، همین حدود است. حالا اون سوال اساسی، من هیچ مشخصه انسانی در خودم نمیشناسم که مثلا 1000 برابر شما باشه، ولی یک مشخصه هست در من که اون میتونه 1000 برابر شما باشه، میتونه 1,000,000 برابر شما باشه، و اون پول منه. پول من میتونه 1000 برابر شما باشه، در حالی که هیچ کدوم از مشخصات انسانی من نمیتونه 1000 برابر شما باشه. این از کجا میاد؟ چیه من 1000 برابر شماست که میتونه پول من 1000 برابر شما باشه؟ مثلا آقای بیل گیتس به عنوان یکی از ثروتمندترین آدمای دنیا رو در نظر بگیرید از یک طرف، و یک کشاورز فقیری که در مثلا صحرای مرکزی آفریقا داره زندگی میکنه و یه درآمد بخورنمیری داره. این دو تا آدم به واسطه هویت انسانیشون نسبت خصوصیات فیزیکی، شناختی و روانیشون هیچ کدومشون بیشتر از مثلا 20 برابر و 30 برابر نیست، هیچیشون. حالا چی میشه که پول آقای بیل گیتس نه 1000 برابر، نه 1,000,000 برابر، بلکه 1,000,000,000 برابر پول اون آدمه؟ چه چیزی که 1,000,000,000 برابر اون آدم میتونه باشه که یه همچین اختلافی رو ایجاد کنه؟ این اختلاف از کجا میاد؟ این پرسشیه که میخوام در واقع تو این ویدیو جواب بدم. برای این سوالم یک جواب خیلی سریع به ذهن میرسه. خب بالاخره تلاش بیل گیتس تلاشش خیلی بیشتر بوده، ولی آخه تلاش انسان و مقاومت بدنی انسان هم تابع توزیع نرمال داره. یعنی اونم از همین نسبت های 5 و 10 و نمیدونم حالا شما بگو 100، بیشتر از این نمیتونه باشه. شما فکر کن آقای بیل گیتس مثلا هر روز هفته کار کنه، روزی 20 ساعت هم کار کنه، میشه مثلا هفته 140 ساعت. شما فکر کن کشاورزی مثلا در کل هفته یک ساعت هم بیشتر نخواد کار کنه، خب بخیر نسبتشون میشه 140 برابر. ربطی به 1,000,000 و 1,000,000,000 نداره. این از کجا میاد؟ پس تلاش نمیتونه ملاک اصلی باشه. من یه جوابی رو برای سوال ها روی این موضوع فکر میکردم که حتی جواب غلطی هم نیست، ولی یکم جواب خام دستانه و نیاز به پرورش بیشتری داره که تو این ویدیو میخوام انجام بدم. جواب من این بود که شانس آقای بیل گیتس 1,000,000,000 برابر شانس اون کشاورز آفریقایی. ولی این چه جور شانسی آخه که میتونه 1,000,000,000 برابر اختلاف تولید کنه؟ ما اون چیزی که از شانس میشناسیم تاس و سکه و نمیدونم اکسل و که تابع رندوم داره، اینا همشون شانس ایجاد میکنن، اختلاف هم ایجاد میکنن، ولی اختلافشون دیگه در حد این چنینی نیست. اختلاف 1,000,000 برابر و 1,000,000,000 برابر ایجاد نمیکنن. پس اگه این شانسه، چه جور شانسیه؟ فرض کنید که من و شما میخوایم در یک بازی شرکت کنیم. بازی به این ترتیبه که $200 پول گذاشتن وسط و میخوان بین من و شما تقسیم کنن. به چه ترتیبی؟ یه سکه ای رو پرتاب میکنیم بالا. این سکه اگه شیر اومد $2 من برنده شدم، اگه خط اومد $2 شما برنده شدین. مقرر میشه که این سکه رو 100 بار پرتاب کنن و در نهایت این $200 بین من و شما تقسیم بشه. این از اون جنس بازیایی که بهش میگن بازی عادلانه. دلیلش هم اینه که بالاخره سکه است دیگه، اگه سالم باشه، که فرض کنیم سالم باشه، این احتمال رو شدن شیر و خط یکسان توش برابره. بنابراین هر دوی ما تو هر مرحله احتمال مساوی داریم که برنده بشیم. اگه این بازی رو انجام بدیم، در نهایت اختلافی هم که شکل میگیره بین من و شما تقریبا عادلانه است. یعنی نسبت تقسیم پولا خیلی عجیب غریب نمیشه. من این کارو کردم، یعنی اومدم این سکه رو 100 دفعه پرتاب کردم، بکنم که اکسل این کارو کردم و در نهایت یک همچین چیزی در اومد. شما فرض کنید که این پولو داره بین آ و ب تقسیم میکنه. همونطور که میبینید اولش خب پولشون هر دوشون صفره، چون بازی شروع میشه. به مرور این دوتا با هم دیگه بالا میرن، خب یه جایی یکی از اون یکی جلو میزنه و بعد برمیگرده، در نهایت پا به پای هم پیش میرن. آخرش اختلافی هم که شکل میگیره اختلاف خیلی عجیب غریبی نیست. مثلا شده 106 به 94، یکی $106 برده، یکی $94. در واقع به صورت تصادفی این پول تقسیم شد. بازی عادلانه بود، نسبت نهایی هم تقریبا عادلانه است، یعنی یه چیزی که قابل قبول. اما فرض کنید که حالا این بازی رو من عوض کنم، یه شکل دیگه‌ای بخوام این بازی رو انجام بدم. توی این مرحله فرض کنید که من میخوام سکه رو پرتاب کنم و ببینیم که شیر میاد یا خط. اگه شیر بیاد من $2 میبرم، اگه خط بیاد شما $2 میبرید، ولی با این تفاوت جزئی، سکه توی این مرحله احتمال مساوی نداره. سکه نگاه میکنه ببینه که جلوی من چقدر پوله و جلوی شما چقدر پوله، بعد به نسبت پولی که من دارم و شما دارید تصمیم میگیره که کدوم روح خودش رو ظاهر کنه. متناسب با اون کسی که پول بیشتری داره، سکه به سمت اون آدم وزن بیشتری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که بازی شروع شده، من الان $4 بردم، شما $2 بردید. توی این حالت میخوایم سکه رو پرتاب کنیم. دیگه توی این حالت نسبت رو شدن شیر و خط 50-50 نیست. چون پول من $4 و پول شما $2، نسبت پول من به کل پولا میشه 4/6، میشه 67%، نسبت پول شما میشه 33%. به این ترتیب سکه به احتمال 67% این امکانو داره که به نفع من بیاد، چون پولم بیشتر بود. فرض کنید که سکه رو پرتاب میکنم و چون احتمال برد من بیشتر بوده، این اتفاق بیفته و 67% احتمال داره و سکه دوباره شیر بیاد. تو این حالت من $2 رو برنده میشم، پول من میشه $6، پول شما همون $2 باقی مونده. اگه بخوام یه بار دیگه دوباره سکه رو پرتاب کنیم، تو این وضعیت دوباره سکه نگاه میکنه به اینکه پول من چقدره. این دفعه پول من $6.
و پول شما 2 دلاره. نسبت پول من به کل پولی که تقسیم شده میشه 6 اشتم، یعنی 75%، و پول شما میشه 25%. در واقع احتمال برد من بیشتر شد دوباره. دفعه پیش اگه 67% بود، نتیجه شد 75%. و سکه رو دوباره پرتاب میکنید. میبینید باز احتمال برد من بیشتره و محتمل تره که به نفع من بیاد. اگه دوباره این کار رو انجام بدیم، مثلا حساب نکردم، یه مثلا حدود 80 خورده درصد این احتمال داره که سکه به نفع من بیاد. در واقع اتفاقی که داره میفته اینه. ما توی توابع احتمال و پرتاب سکه و اینا یه جمله معروف داریم که میگن که پرتاب سکه حافظه نداره، یعنی تو شانسش هر دفعه 50%. من با این بازی که طراحی کردم دارم یه جور حافظه براش میسازم، میگم که پولا نگاه کن ببین که پول کی بیشتره متناسب با اون بیاد. به این ترتیب تو پرتاب اول 50 50 ولی وقتی پول من بیشتر شد، دفعه بعد شد 67%، دفعه بعد شد 75%، دفعه بعد حتی بیشتر. این وضعیتیه که یک دفعه اون کسی که جلو میفته چون پولش بیشتر میشه احتمال بردش هم بیشتر میشه، یه دفعه میکنه میره بالا، دیگه اون یکی بهش اصلا دست پیدا نمیکنه. اگه به نمودارش نگاه کنید خروجیش یه همچین چیزی در میاد، مثلا در نهایت شده 194 به 6، یعنی یه نفر 194 دلار برده اون یکی فقط 6 دلار برده. مثلا اونی که عقب افتاده اون وسط مثلا هم اوایل کار یه 2 دلار برنده شده، ولی خب خیلی شانسی دیگه چون احتمال اون یکی بالاتر بود. ولی وقتی که اختلافشون بیشتر شده دیگه انقدر این احتمال کم شده براش که دیگه همه پولا رو اون نفر بی برده در واقع اصطلاحا، و 194 دلار در نهایت صاحب شده. این چیزی که اتفاق میفته در عالم زیاد پیش میاد، بهش میگن ماتیو افکت یا اثر ماتیو. ریشه این عنوان رو هم از کتاب مقدس گرفتن. یه جمله هست توی کتاب ماتیو، کتاب متا، که اینجور گفته که مقرر کرده خداوند که به کسانی که دارن بیشتر بده و از کسانی که ندارن همونی که ندارن هم ازشون بگیره. در واقع اختلاف بیشتر میشه، چیزی شبیه همین پرتاب سکه که دیدیم با هم دیگه. اینجا می شکلی از اثر ماتیو مشاهده شد. نمونه‌های دیگه هم داره در عالم، خیلی اتفاق میفته. مثلا فرودگاه‌ها، فرودگاه‌ها یه همچین شکلی دارن توی شبکه فرودگاهی که حالا بعداً باز با این شبکه بیشتر کار داریم. شما فرض کنید که یه سری فرودگاه در عالم داریم، بعضیشون خب خیلی بزرگن، فرودگاه‌های بزرگی هم، پروازهای ورود خروجی زیادی بهشون داره انجام میشه. بعد شما می‌خواید یه دونه ایرلاین درست کنید، یه خط هوایی را بندازید. بهترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که اون ایرلاینتون و خط هوایتون رو یه جوری مسافرتون رو برسونید به اون فرودگاه بزرگه، چون اگه برسه به اونجا بالاخره راهشو پیدا میکنه و میره به مقصد میرسه دیگه. به این ترتیب اون فرودگاهی که بزرگه شما باز بزرگترش میکنید. اثر ماتیو اتفاق میفته، اونی که بالاتره باز میره بالاتر. نمونهاش خیلی زیاد، مثلا تو فوتبال این اتفاق میفته، یه تیمی که خیلی قویه و بازیکنای خوبی داره خب محتمله که برنده بشه، جامو ببره. وقتی جام میبره سری جوایزی بهش اهدا میشه و برای سال بعد میتونه حق پخش تلویزیونی بازیاشو گرونتر بفروشه، پول بیشتری گیرش میاد. با این پولای بیشتر میتونه بازیکنای بهتری بخره، بنابراین این فصل بعد باز بهتر بازی میکنه و بهترتر میشه و جامهای بیشترتری میبره و همینجوری الی آخر. میبینید انگار توی لوپی میفته که هی اونی که بالاتره میخواد بره بالاتر. البته خب بالاخره یه جایی میشکنه دیگه و همچنان تا بی‌نهایت که ادامه پیدا نمیکنه، ولی من فعلا روی اختلاف یک دفعه ناگهانی که پیش میاد میخوام روی این بحث کنم. البته درسته که از شانس اومده، ولی شانس همونطور که میبینید به شکلی عمل میکنه که میتونه اختلافات 1 میلیون برابر یا 1000 برابر ایجاد کنه، که در خصوص آقای بیل گیتس بهش صحبت شد. این وضعیت انقدر تکراری میشه در عالم، در خصوص مسائل مختلف اتفاق میفته که تو بحث‌های مدیریت و اینا که حالا من اصلا بلد نیستم، میگن یکی از شاخص‌های مدیریت اینه که اون نظام مرکزی اعمال قدرت بکنه و اعمال نفوذ کنه و جلوگیری کنه از اثر ماتیو، چون اگه انگار جلوگیری نکنه خود به خود به وجود میاد. نمونهش رو یک مصاحبه بود که آقای دکتر کاوه مدنی با شبکه BBC فارسی چند وقت پیش انجام داد و توی اون داشت راجع به مسائل مختلف محیط زیست و آب صحبت می‌کرد. خب بالاخره ایشون تخصص اصلیش در حیطه آب هست و بحث‌های مختلفی بود و ایشون به این اثر ماتیو به شکل اشاره کردن که توجه شما رو به این جلب می‌کنم. مقدمتا بگم که آقای مدنی داشتن میگفتن که مثلا بود 100 سال پیش که یک سری صنایعی تو کشور ما قرار بود شکل بگیره، این صنایع به خاطر بحث امنیت نمیتونست در نواحی مرزی ما ایجاد بشه، بنابراین باید به سمت مرکز احداث میشد، در حالی که در حالت طبیعی در کشورهای دیگه این صنایع رو میبرن نزدیک آب، مثلا نزدیک دریا. خب تو ایران نمیشد این اتفاق بیفته چون لبه آب امنیت کم بود، به خاطر همین این صنایع در نواحی مرکزی در واقع احداث شد، نواحی که خشک هستن. و بحث بعدی که آقای مدنی اشاره میکنه بهش، این در حالت ایدئال شما میگه که بارگذاری رو ببری جایی که منابع داری، این از جمله استقرار مردم، فعالیت های کشاورزی، فعالیت های صنعتی و اون چه اتفاقی که میفته. اما در عمل اینه که یک جاهایی در کشور قدرت پیدا میکنن، یک شهری به نام تهران میشه پایتخت و قدرت عجیبی پیدا میکنه. بعد از اون مدیران در یک باتلاقی گیر میکنن و اون باتلاق در واقع موفقیت برای موفق در چرخه مدیریتی یا دینامیک سیستم ها بهش، این رو میگیم موفقیت برای موفق. اون موفق هی موفق تر میشه در تخصیص منابع
سمت خودش میره، منابع رو از جاهای دیگر میاره، از بودجه گرفته، از آب گرفته، از جاهای دیگر میدزده، میبله، میاره سمت خودش. اصفهان قوی میشود، مشهد قوی میشود، تهران قوی میشود، حتی اهواز نسبت به شهرهای دیگر خوزستان قوی میشود و اینها منابع رو میبرن به سمت خودشون، مردم میرن به سمت اینا به خاطر فرصت‌های شغلی. شما در یک باتلاق مدیریتی گیر میکنی که دیگه نمیتونی از این بکنی و بتونی مردم رو ببری به اون سمتی که باید. همونطور که می‌بینید صحبتی که آقای مدنی دارن می‌کنن ناظر به همین موضوعه که اون قسمتی که جلو می‌افته، اون کسی که پیش می‌افته، همون جلو افتادنش دلیل جلو رفتن بیشترش میشه و این چیزیه که به اسم قوی قوی تر میشه ایشون ذکر کردن یا اثر متیو. این گزاره‌ای که گفتم که من هیچ مشخصه‌ای در خودم سراغ ندارم که مثلا 1000 برابر یا 10000 برابر شما باشه، پس چجوری میشه که پول من مثلا 1000 برابر شما میشه، خیلی گزاره دقیقی نیست. یعنی اینکه واقعیتش اینه که چیزهای دیگه هم وجود داره که در تعلق منه، متعلق به منه، ولی مثلا میتونه 100000 برابر شما باشه. ساده ترین مثالی که به ذهن میرسه مثال شبکه‌های اجتماعی. توی اینستاگرام یا مثلا توییتر این اتفاق میتونه بیفته. یعنی مثلا تعداد دنبال کننده های من میتونه 10000 برابر شما باشه. ما احتمالاً خودمون رو مثلا مقایسه کرده ایم تا حالا با آدمای بزرگی که توی این شبکه‌ها هستن. اختلاف 1,000,000 برابری کاملاً ممکنه و اتفاق افتاده. به خاطر همین من رفتم سراغ شبکه‌های اجتماعی و همین واژه شبکه منو سوق داد به سمت علم شبکه یا نتورک ساینس. برای اون پرسش اصلی که ابتدای ویدیو براتون طرح کردم، من نیاز دارم که برخی مطالب رو از دانش شبکه برای شما ذکر کنم. به نظرم خالی از لطف نیستش. من روی دو تا منبع اصلی برای این قسمت تکیه می‌کنم. اولیش کتابی هست از آقای دانکن واتس. دانکن واتس یک جامعه شناسه که تصمیم گرفته که نظریاتش رو تلفیق بده با دانش شبکه. این رو تو پرانتز بگم، شبکه یک ابزار خیلی کارآمدیه که به نظر میرسه به هر متخصصی از هر علمی که میدن یک دفعه گستره دیدش و افق دیدش خیلی باز میشه و جهان رو یک جور دیگه میبینه و میتونه مطالب خیلی جالبی تولید کنه. یه نمونه دیگه‌اش مثلا آقای نایل فرگوسن هست که فکر کنم اکثرا بشناسن. ایشون مورخ مشهوری هست و به نظر میرسه از چند سال پیش ایشون جهان رو بیشتر به صورت شبکه میبینه. توی کتاب آخرشون به اسم Squares and Towers ایشون اصلا تاریخ رو از نگاه شبکه میبینه که خیلی درخور تحمله. شاید اگه فرصتی شد در خصوص نگاه تاریخی ادغام شده با شبکه هم یه ویدیویی براتون تولید کنم. بگذاریم برگردیم با آقای دانکن واتس. ایشون با بک‌گراند جامعه شناسی کتابی نوشته تحت عنوان 6 degrees که یکی از منابع من برای این قسمته. عنوان کتاب از همون ایده قدیمی گرفته شده، یه ایده که الان دیگه چند ده سال از عمرش میگذره. اصطلاحش هم اینه که میگه که اگه ما دو نفر رو در این عالم انتخاب کنیم به صورت تصادفی، این دو نفر با 6 حلقه واسط به هم وصل میشن. یعنی این که مثلا من و آقای بیل گیتس، من که این گوشه دنیا هستم و ایشون که بالاخره اسم و رسمی داره، ما با 6 تا آدم واسط به هم وصلیم. یعنی من کسی رو میشناسم که اون کسی رو میشناسه که کسی رو میشناسه و همینجوری الی آخر تا حد اکثر 6 گام آقای بیل گیتس رو میشناسه. به نظر میرسه این عدد به شکل خیلی ترسناک کوچیکه. یعنی آدم ها خیلی به هم دیگه نزدیکن. اصطلاحا میگن ما جهان کوچکی داریم. این ایده هستش که گفتم، ایده که چند ده سال هم از عمرش میگذره و تازه این ایده وقتی مطرح شد که هنوز شبکه های اجتماعی شکل نگرفته بود، خبری از اینترنت نبود. من تو مقاله های متعددی خوندم که به نظر میرسه این اختلاف و این فاصله با وجود شبکه های مجازی و اینترنت اتفاقا به شدت کاهش پیدا کرده، که حالا بحث دیگه که باهاش کاری نداریم. به هر حال عنوان کتاب هست 6 degrees و تو این کتاب آقای دانکن واتس یک توضیح تقریبا کاملی از علم شبکه و کارهایی که خودش کرده میده که کتاب خوندنیه. منبع دوم که رفتم سراغش از آقای آلبرت لازلو باراباسی هست. باراباسی رو ما قبلا باهاش کار داشتیم، توی یکی از ویدیوها من راجع بهش صحبت کردم. کتابی نوشته تحت عنوان فرمول که البته منبع من نیست ولی چون کتاب معروفیه ذکر میکنم. تو این کتاب تو نیمه اول کتاب باراباسی یه شرح مختصری از مقدمات علم شبکه میده و تو نیمه دوم من نمیدونم چرا ایشون تصمیم گرفته یک فرمولی برای موفقیت ارائه کنه که البته امیدوارم که کار کنه. باراباسی برخلاف دانکن واتس از بک‌گراند فیزیک میاد و اون بک‌گراند فیزیکی خودش رو تلفیق داده با علم شبکه و در خصوص علم شبکه یکی از بزرگان عالم حساب میشه. کاری کرده که خیلی شایان ذکر در ادامه بهش اشاره میکنم. این اختلاف بک‌گراند این دو تا آدم، جامعه شناسی و فیزیک، نکته ظریفی داره که بعداً بهش میرسم و باهاش با هم صحبت کنم، با شما در میون میذارم. کتابی که از باراباسی انتخاب کردم به عنوان منبع، کتابی هست تحت عنوان لینکد که تو اون باراباسی شرح تقریبا کاملی از مقدمات علم شبکه میده و کارهایی که توش کرده رو ذکر کرده که خوندنیه. من از این کتاب به عنوان منبع این قسمت خودم استفاده کردم.
کاری که این دو گروه کردن، واتس و واراواسی، اینه که سعی کردن یه سری مدل تولید کنن. مدل هایی که بتونن شبیه بشن به شرایط شبکه های دنیای واقعی. در واقع ما شبکه ها رو تو عالم واقعی داریم، مثلا شبکه فرودگاهی، مثلا شبکه فارغ التحصیلان فلان مدرسه یا فلان دانشگاه. در واقع با نگاه به شبکه های بیرونی و واقعی مدل هایی تعبیه کردن و قدم به قدم سعی کردن به اون شبکه های بیرونی نزدیک بشن. این حرکتشون خیلی جالبه، من اینو توی چند دقیقه براتون توضیح میدم، به نظرم خالی از لطف نیست. اولین مدلی که ساخته شد مدلی هست که توش ما یک سری نود و یک سری لینک رو به شکل کاملا منظم در کنار همدیگه قرار میدیم. قبلش تو پرانتز بگم، توی علم شبکه ما دو تا المان اصلی داریم، نود و لینک. نود یا همون گره و لینک یا همون رابط یا یال، حالا اسماء مختلف در واقع شناخته میشه. بگذاریم توی مدل اول فرض کردن که ما این نودها رو به شکل یک نظم خیلی دقیقی کنار هم میچینیم و بعد با یک اوردر یا یک قاعده ای که از بالا تعیین شده اونها رو به هم وصل میکنیم. مثلا تعیین میکنیم که هر نودی به نود سمت راست و سمت چپ و بالا و پایین خودش باید وصل بشه و هم ترتیب این شبکه ساخته میشه. اصطلاحا به این میگن نت یا تور. وقتی ما به این شبکه نگاه میکنیم به نظر میرسه بین نودها یک برابری کامل برقراره. در واقع نابرابری صفر، هیچ نابرابری دیده نمیشه، همشون شرایطشون مثل هم. اما نکته بامزش اینجاست که همچین شبکه‌ای اصلا نمیتونه شکل بگیره مگه اینکه یک دست خیلی قهار، یک قدرت مرکزی بیاد برای همه تعیین تکلیف کنه. یعنی بگه همتون باید اینجوری در کنار هم قرار بگیرید و اینجوری به هم وصل بشید. که در شرایط عادی این دست قهار باید خیلی قدرتمند باشه که بتونه همچین اعمال نظری بکنه. اگه مثلا یکی از نودها اون وسط، مثلا نود آی، تصمیم بگیره به یه نود دیگه‌ای که دورتره و خارج از این نظم هست وصل بشه، کل نظم شبکه به هم می‌خوره. یه همچین شبکه ای خیلی واضحه که هیچ ربطی به شبکه هایی که در دنیای بیرون داره اتفاق میفته نداره. ما در بیرون شبکه هایی داریم، شبکه انسان ها، شبکه فرودگاه ها و غیره، دارای همچین نظمی نیستن. پس این گام اول هست ولی شباهتی نداره. توی مرحله بعدی سعی کردن که یک مقدار شبکه رو حالت واقعی تری بهش بدن. توی مرحله اصطلاحا یه شبکه ای ساختن که بهش میگن جهان تصادفی. به این شکل فرض کنید که ما یک سری نود داریم که توی فضای شبکه قرار گرفتن. بعد کاری که می‌کنیم اینه که دو تا از این نودها رو به تصادف و با شانس انتخاب می‌کنیم و این دو تا رو با یه لینک به هم دیگه وصل می‌کنیم. انگار یه لینک رو برداشتیم پرت کردیم تو شبکه ببینیم که کدوم دو تا از نودها رو به هم وصل می‌کنه. و بعد بعدی و بعد بعدی همینجوری با شانس نودها رو به هم متصل می‌کنیم و لینک‌ها رو به تصادف وارد می‌کنیم. وقتی که این کار اتفاق می‌افته بعد از مدتی یک شبکه شکل می‌گیره که دیگه اون نظم و ترتیب قبلی رو نداره. یک حالت تقریباً بی‌نظم شکل می‌گیره. از این نظر به نظر می‌رسه مدل واقعی تریه. چون شبکه های دنیای واقعی هم دارای اون نظم خیلی خشک و انعطاف ناپذیر نبودن. شکل های مختلف و پیچیده‌ای داشتن که از این حالت میشه گفتش که باز نزدیکتر شدیم به شبکه های دنیای واقعی. اصلا بعدی که اونم خیلی جالبه اینه که خب چون تصادفاً این لینک ها اضافه شدن، ممکنه به بعضی از نودها لینک های بیشتری برسه، به بعضی از نودها لینک های کمتری برسه. باز از این منظرم به نظر میرسه که کمی به دنیای واقعی نزدیکتره. تو عالم واقعی هم ما تساوی اون شکلی خیلی آهنین نداشتیم که، یعنی بالاخره یکی از نودها لینک های بیشتری گیرش میاد و یکی کمتر. به این ترتیب این جهان تصادفی یک گام بزرگی بود که مدل رو به شبکه های دنیای واقعی نزدیکتر کرد. اما در خصوص این نابرابری بین نودها یک توضیح میخوام بدم. فرض کنید برگردیم به حالتی که نودها وجود داره و هیچ لینکی هم نداریم. وقتی که لینک اول وارد میشه، با ورود لینک اول یک دفعه ما یک نابرابری بزرگی در شبکه پیدا میکنیم. چرا؟ چون همه نودها بدون لینک هستن جز اون دو تا نود خوش شانسی که یه لینکی بهشون رسیده. مقدار نابرابری بین نودها بالاست. اما نکته مهم اینجاست، وقتی که لینک بعدی وارد میشه و لینک بعدی و بعدی، به تدریج چون همه نودها شانسی دارن که بالاخره یه لینکی گیرشون بیاد، وقتی تعداد لینک ها از یه حدی بیشتر میشه، میتونیم فرض کنیم که گیر همه چیزی میاد بالاخره. یعنی با ورود لینک دوم و سوم نابرابری به طور کلی کم میشه. اگه بخوام برگردم به اون مثال تقسیم 200 دلار، وقتی که سکه با شانس 50% تقسیم رو انجام میداد و اون حالت وزن نداشت، تو اون حالت وقتی که من 2 دلار اولو میبرم یک نابرابری اتفاق میفته. من 2 دلار برنده شدم و شما هیچ پول ندارید. پول من در واقع من یه پولی دارم و شما پولی ندارید. نابرابری پیش اومده. ولی میدونیم که وقتی سکه سالمه و سکه رو مرتب دوباره پرتاب میکنیم، بالاخره شما هم شانس دارین که پول گیرتون بیاد 50 50 دیگه. و تو نمودارش هم دیدیم که هر دو تا بازیکن تقریبا پا به پای هم و گام به گام با هم دیگه میرفتن بالا. آخرش هم اگه اختلافی اتفاق میافتاد، اختلاف خیلی بزرگی نبود. یعنی تقریبا یک نتایج مساوی با هم دیگه شکل میدادن. و اگر این شبکه تصادفی، اونجا هم همینطوریه.
چون داره این لینک ها به تصادف تقسیم میشه و وارد میشه، وقتی که به تعداد کافی لینک وارد میشه میتونیم فرض کنیم که همه نودها یه چیزی گیرشون اومده. تو این حالت یه چیزی شبیه توزیع نرمال اتفاق میفته. اگه بخوام یادآوری کنم، تو توزیع نرمال گفتم که وقتی یه پارامتری توزیع نرمال داره، اون پارامتر هولوش یک مقدار میانگین یا میانه داره، بیشتری مقدار فراوانیه. هر چی از اون میانگین ما دور میشیم، فراوانی کاهش پیدا میکنه. تو این شبکه تصادفی هم همینطوریه. مثلا فرض کنید به طور متوسط لینک های هر نودی مثلا باشه 10 لینک، یعنی بیشتر نودها، بیشترین تعداد فراوانی نودهایی هستن که 10 تا لینک دارن. نودهایی که 11 تا لینک دارن کمترن، نودهایی که 15 تا لینک دارن کمترن. از یه جایی بعد دیگه ما نودی نداریم که لینک های خیلی زیادی داشته باشن. تجارت کمتر هم همینطوره. نوت هایی که لینک های مثلا 9 تا لینک دارن، 8 تا لینک دارن، هی کمتر میشن، دوباره از جایی به بعد چیزی نداریم. این شکل من گفتم شبیه توزیع نرماله، چون در حقیقت توزیع نرمال نیست. اصطلاحا اینجا یک توزیع شکل میگیره، بهش میگن توزیع پواسون، که حالا اون بحث فنیش خیلی مهم نیست. بیشتر اون شکل اساسی توزیع فراوانی برای ما مهمه. از یه جایی به بعد دیگه نوت های خیلی پر لینک نداریم، نوت های خیلی کم لینک هم نداریم. یه بچه دیگه هم خیلی مهمه. همونجوری که ما نسبت قد بلند قدترین آدم به کوتاهترین آدم مثلا بود 5 برابر، یا برای هوش بود 5 6 برابر، یا برای وزن مثلا بود 20 برابر، تو اینجا هم همون اتفاق میفته. نسبت تعداد لینک های اون نودی که بیشترین لینکو داره به تعداد لینک های اون نودی که کمترین لینکو داره یه عدد محدوده، مثلا 5 برابر، نه 10 برابر. یعنی درسته که توی جهان تصادفی، توی این مدل، ما اولا یه بی‌نظمی داریم به جهان واقعی نزدیک‌تره، یه نابرابری داریم باز به جهان واقعی نزدیک‌تره، این نابرابری محدوده. این اون نابرابری نیست که ما تو شبکه‌های عالم می‌بینیم. خبری از 1000 برابر و 1 میلیون برابر نیست. یه گام بزرگی برداشته شد برای اینکه این مدل به جهان واقعی و شبکه‌های دنیای واقعی نزدیک‌تر شد، ولی کافی نیست و بیشتر نتونست در واقع جلوتر بره. از اینجا بود که بین دو تا گروه واتس و باراباسی اختلافی پیش اومد و هر کدوم مسیرهای مختلفی رفتن. کسی اینو خیلی خوب تعریف می‌کنه که اتفاقاً بازنده این ماجراست. آقای دانکن واتس تو کتاب 6 دیگریز اینو خیلی جالب تعریف کرده. میگه که باراباسی به من زنگ زد و از من دیتابیس یکی از این شبکه‌های تصادفی رو که حالا جنریت کرده بودیم و تولید کرده بودیم رو خواست. من خیلی سادگی کردم و این دیتابیس رو در اختیارش قرار دادم و اینجا بود که باراباسی یک مقاله منتشر کرد که این مقاله علم شبکه رو دگرگون کرد. در واقع یک گام بسیار بزرگی بود که تفاوت بزرگی ایجاد کرد. نکته اساسی که توی مقاله باراباسی هست در واقع دو تا مطلبه. مطلب اول اینکه ما از روز اول فرض کردیم یک سری نود داریم و بعد لینک ها رو دونه دونه اضافه کنیم، این فرض دقیقی نیست. ما تو شبکه های عالم اینجوری نیست که از روز اول نود داشته باشیم بعد لینک ها وارد بشن. شبکه گام به گام درست میشه، شبکه رفته رفته توسعه پیدا میکنه. مثلا در خصوص شبکه فرودگاهی اینطوری نیست که از روز اول فرودگاه ها رو ساخته باشن در عالم، حالا بگن که خب خطوط هوایی بیان کدوم مدلشون میخواد به کدوم وصل کنن. فرودگاه ها دونه به دونه ساخته شدن و به مرور اضافه شدن. به این ترتیب این فرض اولیه که ما یک سری نود داریم فرض غلطیه و درست نیست. مدلی که باراباسی پیشنهاد کرد این بود که ما شبکه رو از یک جایی شروع کنیم که بسیار کوچیکه، مثلا با دو تا نود شروع کنیم، بعد نود بعدی وارد بشه و بعد نود چهارم، نود پنجم و الی آخر به ترتیب وارد شبکه بشه و شبکه رفته رفته توسعه پیدا کنه. سوال بعدی که طرح شد این بودش که خب این نودایی که وارد میشن چجوری باید وصل بشن، به کدوم نودهایی که از قبل حاضر هستن باید وصل بشن. پیشنهادی که باراباسی طرح کرد این بود که هر نودی که وارد میشه با دو لینک به دو تا نود قدیمی تر وصل بشه. اما کدوم نودها؟ اینجا بود که اومد طرحی که پیشنهاد کرد این بود که گفتش که بیاد با احتمال بیشتر به اون نودهایی وصل بشه که لینک های بیشتری دارن. در واقع نود جدید وارد میشه، نگاه میکنه به همه نودهایی که هستن، یه نسبت احتمالی شکل میده. اون نودهایی که لینک های بیشتری دارن شانس بیشتری داره که این به اونها وصل بشه و بعد این اتصال برقرار میشه و بعد نود بعدی وارد میشه. وقتی باراباسی این شبکه رو و این مدل رو ساخت و اون رو ران کرد به تعداد بالا، یک دفعه دیدش که بعضی از نودها به شکل انفجاری تعداد لینکاشون رفت بالا. اصطلاحاً یه هاب شکل گرفت. منطقی هم هست. برای اینکه وقتی که برای یکی از نودها تعداد لینک‌ها از یک حدی بیشتر میشه، اینقدر وزن اون نود میره بالا که همه نودهای جدید بعدی رو به سمت خودش جذب می‌کنه و بعد بعدی و بعد بلافاصله همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه. یه خود شبیه همون مثالیه که تو تقسیم 200 دلار زدم. جایتونه گفتم که تو حالتی که سکه به مقدار پول نگاه میکنه، وقتی پول من بیشتره شانس برنده شدن من بیشتره، پس برای 2 دلار بعدی با احتمال بیشتری گیر من بیاد، من باز میفتم جلوتر و باز جلوتر و الی آخر. و بعد دیدیم که یک دفعه اختلاف خیلی بزرگ میشه. برگردیم به شبکه تصادفی، اونجا هم همینطوریه. اونجا هم وقتی یکی از نودها تعداد لینک های زیادی میگیره و اصطلاحا هاپ میشه،
دیگه شانس خیلی زیادی داره که نودهای بعدی هم به سمت خودش، نودهای بعدی که جدید وارد میشن به سمت خودش جذب کنه و بعد بزرگتر و بزرگتر میشه. واقعا هم این تجربه که ما تو شبکه‌های مجازی هم کردیم دیگه، ما روز اولی که مثلا وارد اینستاگرام میشیم یا روز اولی که وارد توییتر میشیم، حالا بجز اون دوستان و اطراف نزدیکمون که بهشون وصل میشیم، اگه قرار باشه به آدمای اصلی اون شبکه وصل بشیم، به کسایی وصل میشیم که اتفاقا بزرگای اون شبکه هستند، بزرگه بزرگتر میشه. در واقع شکلی از اثر ماتیو اتفاق میفته، یا همون اینکه قویه قویتر میشه که تو قسمت قبل توضیح دادم براتون. این مدل رو که باراباسی طراحی کرد یه تفاوت بزرگی با اون مدل های قبلی داره، اینکه دیگه این بار نسبت تعداد حد اکثر لینک به تعداد حداقل لینک عدد محدودی نیست. اصطلاحاً به این مدل میگن مدل بدون قیاس، بدون مقیاس یا اسکیل فری، یعنی اینکه تعداد لینک ها میتونه یک دفعه سر به فلک بزنه و اعداد نجومی اتفاق بیفته، همونجوری که واقعا تو اینستاگرام هست، تو توییتر هست. اختلافات میتونه خیلی بزرگ باشه. از این نظر مدل جدید خیلی مدل دقیقی بود و درست میتونست شباهت ها خوبی پیدا کنه با مدل های بیرون. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره. به نظر میرسه اون دوتا نودی که اول کار باراباسی باهاش مدلش رو شروع کرد، اون دوتا نود خب طبیعتاً دست بالا دارن دیگه، چون از روز اول این شانس رو دارن که لینک بگیرن. یعنی یه رقابت نابرابری انگار دارن با نودهای بعدی، چون از روز اول حضور دارن، لینک های بیشتری میگیرن، پس جلو میافتن، پس دیگه کسی بهشون نمیرسه. واقعیتش اینه که این حرف درسته. قدمت داشتن تو شبکه نکته مهمیه تو این شبکه‌ای که باراباسی طراحی کرد. قدیمی بودن مهمه، اما خیلی وقتا اتفاقا نشون دادیم مدل که یک نود جدیدی وارد میشه، با اینکه جدیده، یک دفعه به شکل تصادفی چند تا لینک میگیره، وزنش میره بالا و بعد لینک های بعدی رو به سمت خودش جذب میکنه، نود های بعدی به این وصل میشن و یک دفعه میکنه و میره بالا. یعنی لزوما اون نودی که قدیمی تره همیشه برنده نبود و خیلی وقتا اتفاقا نودهای جدید میومدن جلو میزدن و میرفتن بالا و اونا برنده میشدن. ما همچین چیزی رو تو دنیای واقعی هم تجربه کردیم دیگه. اون روزی که موبایل اومد، اصلا معنی موبایل نوکیا بود. اصلا تصور این که موبایلی غیر از نوکیا استفاده بشه خیلی دور از ذهن بود. چند سال بعد یک دفعه مثلا بلک بری اومد، حالا مدلای دیگه رو باش کاری نداریم، بلک بری اومد و یک تغییر بزرگ ایجاد کرد. به نظر میرسید که کل بازار در اختیار بلک بریه، ولی بعد دوباره یک مدل جدید وارد شد، اپل با آیفون وارد شد و الان یک کتاز صحنه به نظر میرسه آیفون با اختلاف زیاد. حالا ممکنه که چند سال بعد مثلا عده این ویدیو رو ببینن و اصلا به این تفکر رو با بخندن که چجوری اینا فکر میکردن که دیگه آیفون و اپل دیگه نقطه پایان دنیاست و اصلا اون روز به این فکر کنن که اپل چقدر اتفاقا زود از صحنه خارج شد. هرچند که یه عده‌ای اصلا کارشون همینه که وایسن نگاه کنن ببینن که کدوم یکی از مثلا نودها جلو میفته و برای اون نوده یه قصه ای سرهم کنه و اونو بخواد به مردم بفروشه، که حالا راجع به این بعدن بیشتر صحبت میکنم. اما سوالی که مطرحه اینه، وقتی یکی از نودها خیلی جلو میفته و یک دفعه اختلاف بزرگی پیدا میکنه، ما به طور ناخودآگاه این سوال رو میخوایم تحقق کنیم که چرا این اتفاق افتاد، این نود چه مشخصه ای داشت که از بقیه یک دفعه جلوتر افتاد. در واقع مدل باراباسی داره میگه هیچی، هیچ مشخصه خاصی وجود نداشت، ما دلیل خاصی نمیتونیم برای این جلو افتادن تعریف کنیم. یه شانس اولیه آورد، یک اختلاف ایجاد کرد و با همین اختلاف کمی که ایجاد شد یک دفعه کند و اختلافات نجومی وجود آورد. این نیاز ما که دنبال یک چرا میگردیم و میخوایم یک توجیهی پیدا کنیم که چرا این اتفاق افتاد، یک مسئله بسیار مهمیه که تو قسمت بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.